در جلسه اعضای رهبری حزب جنبش ملی و هیئت طالبان در ترکیه چه گذشت؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. اندپندنت فارسی می نگارد با قلم مختار وفایی. اعضای رهبری از به جنبش ملی با موافقت مارشال عبدالرشید دوستان با طالبان در انقره دیدار کردند. روز سه شنبه 15 مارچ هیئتی از اعضای رهبری از به جنبش ملی اسلامی افغانستان با مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه و ملا خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان در شهر انقره پایتخت ترکیه دیدار کردند. این دیدار پس از آن صورت گرفت که درخواست ملاقات هیئت طالبان با عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی از سوی او رد شد. یک منبع در رهبری حزب جنبش ملی به شرط فاش نشدن نامش به اندپندنت فارسی گفت پس از آن که خود مارشال دوستم درخواست ملاقات هیئت طالبان را نپذیرفت، شماری از اعضای ارشد حزب جنبش ملی با موافقت آقای دوستم به دیدار هیئت طالبان رفتن. این هیئت در دیدار با وزیر خارجه طالبان در موارد مختلف از جمله حضور نداشتن ازبک ها در تشکیلات طالبان صحبت کردند. به گفته این منبع، سید انور سادات، شفیق فوزی، همایون خیری، مصباح ترکمن، فضل احمد برگت، صلاح‌الدین برهانی، ظریف رحمت اوغلو، سنجر کارگر، مولوی عبدالله قرلق و نور اوغلی کارگر به نمایندگی از حزب جنبش ملی در محل اقامت مولوی امیرخان متقی با هیئت طالبان دیدار کردند. این منبع محتوای آن دیدار را مثبت ارزیابی کرده افزود که مولوی متقی با اعضای رهبری حزب جنبش با احترام برخورد کرد و به سخنان همه شرکت کنندگان در جلسه با دقت گوش فرا داد. او در ادامه افزود که اعضای رهبری حزب جنبش ملی که در آن ملاقات حضور داشتند هر یک انتقادهای خود را از طالبان و از ساختار دولت تکجنایی آن گروه بازگو کردند و یکی از نکاتی که در آن جلسه یادآوری شد حذف زبان ازبکی از برنامه‌های تلویزیون ملی افغانستان بود که اکنون زیر کنترل طالبان فعالیت دارد. او گفت متقی در جریان جلسه به مولوی احمد الله واثق رئیس تلویزیون ملی تماس گرفت و دلیل حذف زبان ازبکی را از برنامه‌های تلویزیون پرسید. رئیس تلویزیون ملی دلیل آن کار را کمبود نیروی انسانی خواند و وعده داد که به زودی پخش برنامه‌ها به زبان ازبکی از سر گرفته شود. به گفته این منبع خبری، وزیر خارجه طالبان در پاسخ به انتقاد اعضای رهبری از جنبش ملی در مورد تقومی بودن دولت آن گروه به حضور افراد مانند مولوی عبدالسلام عنفی اشاره کرد که ازبک است و در رده رهبری طالبان حضور دارد و نیز شمار دیگری از شخصیت های ازبک که به مسند های مهم در آستان های شمال گمارده شدند. با این حال برخی دیگر از اعضای رهبری حزب جنبش ملی که در ملاقات با هیئت طالبان حضور نداشتند آن دیدار را انتحار سیاسی حزب جنبش ملی می دانند. یکی از آن افراد نیز به شرط فاش نشدن نامش گفت تنزل خواستهای یک حزب سیاسی که ادای نمایندگی از قوم ازبک را دارد به حذف زبان ازبکی از یک رسانه زیر گروه طالبان که حاکمیتشان مشروعیت ندارد نمایانگر درماندگی و بی‌برنامگی عبدالرشید دوستم و حزب تحت رهبری اوست. به گفته این منبع با انجام این ملاقات مشخص می شود که نهاد به نام حزب جنبش ملی توانایی رویارویی یا مذاکره با طالبان را ندارد چون اعضای رهبری این حزب حاضرند برای امتیازهای شخصی با طالبان وارد معامله شوند. عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی در 14 اکتبر سال گذشته پس از حمله تهاجمی طالبان بر شهر مزار شریف همراه با عطا محمد نور رهبر شاخه انشابی حزب جمعیت اسلامی از مزار گریختند و به ازبکستان پناه بردند. آقای دوستم از آن زمان تا کنون در خانهش در شهر انقره زندگی می کند و در این مدت تنها یک بار با نشر اعلامیه از ایجاد شورای عالی مقاومت ملی خبر داده است. در 7 ماه گذشته آقای دوستم در هیچ رسانه حاضر به مصاحبه نشده است.
او از سال 2014 تا 2018 به عنوان معاون نخست دولت اشرف غنی کار میکرد و در آن دوران یک بار در اثر تنش‌های سیاسی با غنی و در پیوند با یک پرونده جنایی از افغانستان به ترکیه تبعید شد. بانک دوستم تجربه نبرد طولانی با طالبان را دارد و در فروپاشی دولت نخست آن گروه در سال 2001 نقش مهمی در رهبری درگیری‌های شمال افغانستان داشت، اما به دلایل مختلف از جمله حمایت دولت ترکیه از طالبان در پیشگیری دوباره چنان برخورد علیه طالبان از جانب او متحمل به نظر نمی‌رسد. مولوی امیرخان متقی و هیئت امرایش که از یک هفته پیش به این سو در ترکیه به سر می‌برند، روز سه‌شنبه با شماری از دیپلمات‌های افغانستان در انقره نیز ملاقات کردند. حضور هیئت طالبان در سفارت افغانستان در انقره با انتقادهای گسترده شهروندان افغانستان مواجه شد و شماری از آنان امیر محمد رامین سفیر دولت پیشین افغانستان در انقره را به خیانت به مردم و معامله با طالبان متهم کردند. هیئت طالبان که برای شرکت در مجمع دیپلماسی آنتالیا به ترکیه سفر کرده است، با تشریفات هیئت دیپلماتیک یک کشور به رسمیت شناخته شده استقبال شد. به گفته یک منبع آگاه، دولت ترکیه به ویژه وزارت خارجه آن کشور تلاش‌های فراوانی برای اعطای مشروعیت سیاسی به طالبان در سطح جامعه جهانی به خرج می‌دهد. در این میان دکتر اسماعیل صافی، عضو کمیته امنیت و سیاست خارجی دفتر رئیس جمهوری ترکیه که روابط نزدیک با طالبان دارد، برای جذب رهبران مخالف این گروه و پیوستن آنان به طالبان تلاش می‌کند. به باور این منبع خبری، حضور یافتن هیئت طالبان در سفارت افغانستان در انقره و ملاقات با اعضای رهبری از به جنبش ملی با مولوی امیرخان متقی از سوی اسماعیل صافی هماهنگی شده بود. و در پایان، آتش بازی چهارشنبه سوری در ایران جان 19 نفر را گرفت. جشن سنتی چهارشنبه سوری امسال در ایران که با آتش بازی و استفاده از پتاقی و سایر مواد انفجاری و آتش‌زا همراه است، 2817 نفر را زخمی کرده و 19 نفر هم جان خود را از دست دادند. مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس ایران، چهارشنبه 25 اوت گفته است که 275 نفر از آسیب دیده ها هنوز در بخش های ویژه شفاخانه ها بستری هستند و 34 نفر به دلیل شدت وخامت حالشان در ICU بستری شده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.